در خبری فوری، ارتش اسرائیل ساعتی پیش با اعلام آغاز عملیات سپید دم از حمله به مواضع جهاد اسلامی در نوار غزه خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام وضعیت ویژه از ساکنان نوار غزه خواست تا در نزدیکی مناطق حفاظت شده بمانند. نیروی هوایی اسرائیل برای مقابله با حملات احتمالی موشکی از نوار غزه تقویت گنبد آهنین در نزدیکی این منطقه را آغاز کرده. همزمان سازمان جهاد اسلامی در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد ما اجازه نمی‌دهیم دشمن به آسیب رساندن به جبهه مقاومت ادامه دهد. منابع خبری فلسطینی از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن حداقل 15 نفر در این حملات خبر می‌دهند. در جریان حمله جنگنده‌های اسرائیل به نوار غزه، تیسر الجعبری از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی مورد هدف حمله اخیر ارتش اسرائیل قرار گرفت و کشته شد. منابع نزدیک به جهاد اسلامی هم کشته شدن الجعبری را تایید کردند. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، از ساعتی پیش که با هم صحبت کردیم تا الان تحولاتی رخ داد، جنگ شروع شد، دلیل آغاز این حمله چه بوده؟ بدون شک باید گفت که انتظار می رفت که این حمله به وقوع پیوند، زیرا 4 روز بود که تمامی حوالی نوار غزه بسته شده بود و شاید اسرائیل منتظر بود که اولین موشک را جهاد اسلامی شلیک بکنه، اما وقتی که این عمل اتفاق نیفتاد، ساعتی پیش جنگنده های اسرائیلی حمله به مواضع جهاد اسلامی را آغاز کردند. در اولین ضربه به گفته رسانه های اسرائیلی 15 تن از افراد جهاد اسلامی کشته و تعداد نامعلومی زخمی هستند. در بین اونها همانطوری که گفتین تیسر الجعبری، یکی از فرماندهان ارشد واحد ضد هوایی جهاد اسلامی و موشکی ضد جهاد اسلامی، در حالی که در اتومبیل خودش بود مورد اصابت قرار گرفته و کشته شده. در حال حاضر هم جنگنده های اسرائیلی و هم سیستم زرهی اسرائیلی، توپخانه اسرائیلی در حال حمله به مواضع جهاد اسلامی هستند. سوال الان در این هستش که آیا در این دوره از جنگ و نزاع بین اسرائیل و نوار غزه، حماس هم به این نزاع خواهد پیوست، یا این دور در همین چارچوب، یعنی حمله اسرائیل به جهاد اسلامی و شاید پاسخ جهاد اسلامی، به پایان رسد؟ این واقعه را باید امشب و فردا دنبال کرد. با توجه به اینکه الان تعدادی از اعضای جهاد اسلامی کشته شدن، از جمله یکی از فرماندهان ارشد، فکر میکنی باز هم حمله صورت بگیره از طرف اسرائیل که با پاسخ طرف مقابل روبرو بشه؟ جنگنده های اسرائیل همچنان به حمله به مواضع جهاد اسلامی ادامه میدن. شکی در این نیست که جهاد اسلامی تا ساعاتی دیگر حتما واکنش نشان خواهد داد و به این گستردگی حملات اسرائیل بدون شک بدون پاسخ نخواهد گذاشت. واحد دفاعی ارتش اسرائیل پشت جبهه ساعاتی پیش اعلام کرد که از 80 کیلومتری نوار غزه تا مرز تمامی ساکنان شهرها که حتی شهر تل آویو هم در اون جا میگیره باید در کنار پناهگاه ها باشن و این احتمال وجود داره که موشک های جهاد اسلامی نه تنها به حومه غزه بلکه به شهرهای مرکزی اسرائیل مانند خلون، ریشون لتسیون، اشکلون، اشدود و حتی مرکز تل آویو برسه. به نظر نمیاد که این جنگ در همین یکی دو روز آینده پایان بگیره. گستردگی حملات اسرائیل واکنش جهاد اسلامی را در بر خواهد داشت و پس از اون همانطوری که گفتم باید دید که آیا حماس هم به این جنگ خواهد پیوست یا نه. من امروز در نوار غزه که بودم دیدم که بسیاری از کماندوهای اسرائیلی و افراد ذخیره ارتش اسرائیل به سوی نوار غزه پیش میرن. اسرائیل خودش را برای یک جنگ شاید طولانی مدت، شاید یک هفته یا تا دو هفته، خودش را آماده میکنه. باید ببینیم که جنگ چگونه ادامه خواهد داشت. من ساعتی دیگر دوباره به سوی نوار غزه خواهم رفت و در اخبارهای بعدی شما را در آگاهی خواهم گذاشت. متشکرم از توضیحات بابک اساقی، همکار ما از تل آویو.